چین دومین دوره رزمایش نظامی مشترک با امارات متحده عربی را آغاز کرد. این مانورها در استان سینکیانگ در شمال غربی چین، محل اردوگاه‌های بازداشت و بازآموزی مسلمانان اویغور چین برگزار می‌شود. همکارم گزارشی در این رابطه تهیه نموده که با هم می‌بینیم. وزارت دفاع چین اعلام کرد که چین و امارات رزمایش سالانه موسوم به سپر فالکون 2024 را در سینکیانگ برگزار می کنند. طبق گزارش ها، رزمایش های مربوط به نیروی هوایی دو کشور در اواخر ژوئن آغاز شد و انتظار می رود تا اواخر جولای تقریبا به مدت یک ماه ادامه داشته باشد. این دومین رزمایش مشترک چین و امارات است و برگزاری رزمایش بین نیروی هوایی دو کشور به منظور افزایش درک و اعتماد متقابل، تعمیق تبادلات و همکاری، بهبود همکاری استراتژیک و دستیابی به اهداف و انتظارات مشترک دو کشور صورت می‌گیرد. چین به عنوان بخشی از یک استراتژی خود برای گسترش ردپای خود در منطقه تلاش‌هایی به منظور ایجاد هماهنگی برای ایجاد روابط اقتصادی و نظامی نزدیک‌تر با کشورهای خاورمیانه انجام داده است که به طور سنتی به عنوان پایگاه ایالات متحده در نظر گرفته می‌شدند. علی‌رغم تمامی حواشی مربوط به این همکاری، اما هم‌اکنون این محل مانورهای هوایی بین چین و امارات است که مورد توجه قرار گرفته است. سینکیانگ استانی در شمال غربی چین که خانه اقلیت مسلمان اویغور چین و یکی از مظلوم‌ترین مناطق مسلمان نشین جهان است و علی‌رغم اتهاماتی که نسبت به دولت چین مبنی بر وجود مجموعی از اردوگاه‌های بازداشت تحت عنوان بازآموزی برای جامعه اویغور وجود دارد و چندین سازمان حقوق بشر نسبت به آن ابراز تأسف کرده‌اند، ولی دولت چین از آنها به عنوان مراکز آموزش مجدد یاد کرده و کارکرد واقعی آن را پنهان کرده است. در طول سالها چین به دلیل رفتار سرکوبگرانه و بازداشت اویغورها و سایر مسلمانان مورد انتقاد قرار گرفته است. در یک گزارش سازمان ملل عنوان شد که رفتار چین با اویغورها میتواند جنایت علیه بشریت باشد. میشل تیلور، نماینده ایالات متحده در شورای حقوق بشر، گفت که هنوز نسل کشی و جنایات علیه بشریت در سینکیانگ که محل زندگی جمعیت زیادی از اویغورهاست ادامه دارد. وی همچنین افزود که چین در میان درخواست‌های مداوم جامعه بین‌المللی برای احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مسلمانان اویغور به سرکوب آنان ادامه داده و توصیه‌های سازنده متعددی را رد کرده است. سازمان‌های حقوق بشر گفتند که دولت چین از سال 2017 به طور سیستماتیک به مسلمانان ترک و اویغور در سینکیانگ یورش برده و این حملات شامل بازداشت خودسرانه، شکنجه، نابدید شدن اجباری، نظارت فراقانونی جمعی، تبعیض بر اساس فرهنگ و مذهب، تقسیم خانواده، کار اجباری، تجاوز جنسی و نقض حقوق باروری است. برخلاف محکومیت جهانی نسبت به آزار و اذیت اویغورها توسط چینی‌ها، امارات علناً از سیاست‌های پکن در قبال سینکیانگ حمایت کرده است. در سال 2019، شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، در حالی که میزبان محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد امارات در پکن بود، رسماً از امارات به دلیل حمایت ارزشمند از سیاست‌های چین در قبال سینکیانگ تشکر کرد. ولیعهد ابوظبی در پاسخ گفت که امارات از تلاش‌های چین برای حفاظت از حقوق و منافع اقلیت‌های قومی بسیار قدردانی می‌کند. وی ضمن تایید اتهام‌های چین علیه مسلمانان اویغور اعلام کرد که امارات و چین آماده حمله مشترک علیه نیروهای افراطی تروریست هستند که شامل جنبش اسلامی ترکستان شرقی می‌شود. از رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم.
آقای رئیسی سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم منظر شما جناب حسینی و بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه خبر این ساعت و عرض تسلیت و تعزیت ایام شهادت حضرت ابوعبدالله حسین و یاران باوفایش. در خدمتتون هستم. ممنونم جناب رئیسی. تحلیل شما از عملکرد برخی از کشورهای اسلامی در همراهی با چین نسبت به سرکوب مسلمانان اویغور چیست؟ بفرمایید. بله، همونطوری که در گزارشتون اومد، خیلی جالبه که علارغم تلاش کشورهای غربی از جمله خود آمریکا تا اتحادیه اروپا از یک سو و سازمان‌های بین المللی مثل سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری و کمیته‌های پیگیر مسائل حقوق بشری که چین رو تحت فشار قرار داده اند به خاطر نقض حقوق بشر و سرکوب و کشتار مسلمانان اویغور، متأسفانه علی‌رغم این تلاش‌ها پکن از انتقاد کشورهای اسلامی در امان مانده. حتی میتوان به جرأت گفت که نه تنها کشورهای اسلامی از رفتارهای خشن و سرکوبگرانه پکن نسبت به مسلمانان سکوت میکنند، بعضن شاهد همکاری‌هایی و همراهی‌هایی هم هستیم. حالا همکاری نمی‌کنن ولی همراهی‌های زیادی دارن. ما الان شاهدیم که در حالی که شمار مسلمانان در اردوگاه‌ها و کمپ‌های همون منطقه آیغور چین که اینها رو وارد کمپ‌ها کردن و در اون استان نگهداری می‌کنه، از ده‌ها هزار نفر به 1 میلیون و بالغ بر 1 میلیون انسان مسلمان رسیده. متأسفانه کشور امارات در این لحظه می‌بینیم که آزمایش فالکون 2024 رو با چین داره انجام میده و این نکته اصلیش هم همون گزارشی است که شما فرمودید، در خود این استانی که الان مسلمانان در اونجا مظلومانه و زیر این آتش قرار دارن و زیر این برنامه‌های فشاری قرار دارن داره صورت میگیره. حالا گرچه حالا چین این اقدامات سرکوبگرانه خودش رو در قالب تروریسم و جلوگیری از افراط گرایی داره تعریف میکنه، ولی آقای حسینی اینجا شدت نوع رفتار و نوع سرکوبی که داره صورت میگیره خیلی قابل توجهی که نشون میده دولت چین فراتر از مبارزه با افراط‌گرایی داره عمل میکنه، به طوری که در سال 2023 تا گزارشگرهای بیطرف نهادهای جهانی اعلام کرده بودن که چین، دولت چین دست به یک رفتار وحشیانه میزنه و اون متاسفانه عقیم‌سازی بعضی از مردان اسیر در اون منطقه و تجاوز به زنان اون منطقه. بله، ممنونم جناب رئیسی. متاسفانه دولتایی که شهر ممنونم. با تشکر از رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.